تلویزیون کاتولیک و همچنین برنامه رمز پیروزی و خوشحالم از اینکه یک هفته رو با شما عزیزان تا به امروز یعنی آدینه روز ادامه دادیم و به آخرین روز برنامه این هفته رسید. در دعوت از مهمانان روزانه که برای این برنامه تدارک می‌بینم، در ارتباط با دو تن از دوستان عزیزمون اشتباهی پیش اومده بود که در نتیجه مهمان امروز ما در این برنامه غایب خواهد بود و امیدوارم در طی روزهای آینده یعنی در هفته آینده مهمانی که برای برنامه امروز دعوت شده بودن رو بتونیم همراه خودمون داشته باشیم. اما در برنامه امروز ابتدا به یک خبر مهم نسبتاً میپردازم، یک چند دقیقه راجبش صحبت خواهم کرد و پس از اون میپردازیم به موضوع اصل این برنامه. عرضم به حضورتون، میدونید که آقای ترامپ در جلسه سخنرانی سالانه خودش در خصوص ایران اعلام کرد و گفت که ایران یک حکومتی است که فاسده در منطقه خاورمیانه و با شعار مرگ بر امریکا در طی 40 سال گذشته دشمنیش رو با ما به اثبات رسونده و همچنین نسبت به متحدین ما در خاورمیانه مواضع خصمانه ای داره و بنابراین ما چشم از جمهوری اسلامی ایران بر نخواهیم داشت. به دنبال اون آقای ظریف، آقای روحانی و امروز هم آقای خامنه ای پاسخهایی در این رابطه داره. آقای ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به واکنش به این صحبت آقای ترامپ گفت که آقای ترامپ در خاورمیانه مدافع قصابها و دیکتاتورها و عرض کنم که افراطیون. آقای روحانی هم گفت اگر امریکا توبه بکنه از مواضعی که در رابطه با ایران داره شاید بتونیم در موردش تجزیه نظر بکنیم. ظاهرا موضع دوگانه است، اما وقتی که ایشون یک چنین موضوع رو میگیرن معنیش این استش که اون چرا که امریکا در خصوص جمهوری اسلامی ایران میگه و انجام داده تا به امروز اشتباه بوده و باید اونها رو پس بگیره. خب یک چنین اتفاقی هم که امر محاله. اما آقای خامنه ای امروز ضمن این که در مورد این موضوع آقای ترامپ موضوع گیری کرده باشه، حسن گفته چون ترامپ گفته که حکومتی که شعار مرگ بر امریکا میگه نمیتونه دوست ما باشه، ایشون گفته که وقتی ما میگیم مرگ بر امریکا یعنی مرگ بر ترامپ، مرگ بر بولتون و مرگ بر پومپئو. خب البته این موضوع آقای خامنه ای هم میتونه مفهوم دوگانه‌ای داشته باشه، معنای دوگانه‌ای داشته باشه. یک معناش این هستش که آقای خامنه ای با حزب جمهوری‌خواه امریکا مشکل داره، با آقای ترامپ مشکل داره و اگر به جای آقای ترامپ رئیس جمهور دیگری در امریکا باشه مثل آقای اوباما احتمالاً آقای خامنه ای میتونه این مسئله رو بپذیره. این بدین معناست که در سالهای گذشته هم که حکومت اسلامی ایران موضع ضد امریکایی داشته، این موضع فقط مختص و در ارتباط با یکی از احساب یا یک جنایی از سیاست مداران امریکایی بوده، نه تمام سیاست مدارانشون. و در این حال تصور کرده که اگر بگه مرگ بر امریکا منظور مرگ بر ملت امریکا نیست، بلکه مرگ بر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و مشاور مثلا آقای رئیس جمهوره. ولی جالبه که هم آقای ظریف و هم آقای روحانی و هم آقای خامنه ای هر سگ اینها وقتی راجع به امریکا صحبت میکنن فقط راجع به آقای ترامپ صحبت میکنن، یعنی دیگه به عنوان حکومت امریکا یا دولت های امریکا یا دستگاه سیاست گذاری امریکا موضع‌گیری نمیکنن. موضعشون فقط علیه دولت کنونی و این سه تا شخصیتی که نام بردم خدمتتونه. خب این هم باز بیانگر همین واقعیتی که ظاهرا حکومت اسلامی یا سران حکومت اسلامی مشکلشون با برخی از سیاست مداران امریکایی است و اون دست از سیاست مداران امریکایی که مانند گذشته به حکومت اسلامی ایران باج نمیده و در برابر اعمال زشت و به اصطلاح
جنگ طلبانه حکومت اسلامی ایران داره مقابله میکنه، در برابرش ایستاده و در نتیجه جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای نسبت به این سیاستی که امروز از طرف دولت آقای ترامپ داره اعمال میشه موافق نیست. عرضم به حضورتون در همین رابطه نکته که میتونیم به نوعی نتیجه گیری بکنیم این است، یا لاحالی کن نکن که جنگ سرد بین ایران و امریکا همچنان در حال پیش روی است و به نظر میرسه که این جنگ با توجه به سیاست دو طرف و موضع‌گیری هایی که علیه همدیگر دارن به سادگی قابل حل نیست. ادامه این سیاست طبیعتاً مشکلات جامعه ما رو بیشتر خواهد کرد. مشکلات جامعه بدین معنا که حکومت اسلامی با توجه به تحریم هایی که روز به روز فشارهای بیشتر رو بر او وارد میکنه و به خاطر ورشکستگی اقتصادی و مشکلات داخلی قادر به پاسخگویی مطالبات مردم کشور ما نیست، قادر به حل مشکلات جامعه نیست، به خصوص در زمینه مسائل اقتصادی قطعا به بنبست های شدیدتری روبرو خواهد شد و در نتیجه اعتراضات مردم میتونه بالا بگیره و میتونه سیاست های کشورهای خارجی و منطقه‌ای و غربی هم به همین اندازه شدت پیدا بکنه و در نتیجه باید در انتظار اتفاقات تازه‌ای در کشورمون باشه. این اتفاقات تازه خیلی عجیب و غریب نیست اگر بگیم میتونیم پیش بینی بکنیم میزان اعتراضات بیشتر خواهد شد، اوج خواهد گرفت و در نتیجه واکنش‌های رژیم هم طبیعتاً در این میان شاید شکل و ابعاد دیگری پیدا بکنن و اصولاً دخالت امریکا و دخالت کشورهای غربی و جهانی هم در خصوص مسائل ایران باز هم میتونه شکل جدیتری به خودش بگیره، ولی از اونجایی که این شکل جدی و این اعمال سیاست به چه شکلی و به چه صورتی در بیاد برای واقعیت اینه که پیشبینی اون قابل تصور نیست، لااقل پیشگویی نمیشه کرد لااقل در این رابطه. اما قطعا اتفاقاتی در راه هست، چه در رابطه با سیاست های کشورهای خارجی در رابطه با ایران و چه در رابطه با مسائلی که در این اتفاق میفته. اما برمیگردیم به موضوع اصلی این برنامه. حقیقتش رو بخواید خب خودتون میدونید نزدیک به 6 ماه ما همچنان داریم تلاش میکنیم که موضوع مربوط به تشکیل یک نیروی آلترناتیو، یک نیروی جانشین، یک شورای رهبری برای دوران گذار رو به بحث بگذاریم و نظر دوستان و صاحب نظران و رهبران جناح‌های مختلف اپوزیسیون رو در این رابطه جویا بشیم و کوشش بکنیم که با به دست آوردن نقاط مشترک نظری و سیاسی اون نیروی ائتلافی رو به وجود بیاریم. اما همونطور که میدونید هنوز موفق نشدیم. پیشرفت‌های انجام گرفته، اقدامات مؤثری رو دوستان دیگر و جریانات سیاسی مختلف انجام دادن و در حال پیشروی است اینها، اما به نظر میرسه کمی کنده و کمی به اصطلاح شاید هنوز به اون صراحت لازم و به اون روشنی لازم نرسیده. اقداماتی هم در اینجا اونجا انجام میگیره، شاهد انتشار بیانیه 4 حزب جمهوری خواه هستیم، از طرف دیگه شاهد این هستیم که حزب چپ فدایان خلق درست میشه، شاهد این هستیم که دوستان عزیز ما در جبهه ملی ایران در داخل کشور فعالیتشون رو بیشتر کردن نسبتاً، شاهد این هستیم که 12 حزب و سازمان سکولار دموکرات با هم دیگر متحد شدن و قرار است که در رابطه با جریان ورشو اقداماتی رو مشترکاً انجام بدن. همه اینها اقدامات بسیار خوبی است و باید امیدوار بود که تمام اینها روز به روز بیشتر و بیشتر بشه. البته اقدامات دیگری هم انجام گرفته، حالا اگر من بعضی از اونها رو اشاره نمی کنم دلیل بر بی‌توجهی و بی‌اعتنایی نیست، بلکه میخوام به وارد یک بحث کلیتری بشم و نکات کلیتر رو خدمتتون عرض بکنم که
چرا علی رغم همه این تلاش ها هنوز اون اصطلاح نقطه مرکزی ائتلاف شکل نگرفته و این حلقه هایی که به وجود اومدن درون هم نیفتادن و تبدیل به یک زنجیره از حلقه های متحد با هم نشدن؟ یکی از دلایل اصلیش واقعیت این استش که عدم درک دقیق و درست از مفاهیم سیاسیه. دلایل دیگری هم داره، ولی من ترجیح میدم به این تعاریف و درک‌های متفاوتی که از مفاهیم سیاسی بین ما رایج هست و در این برنامه تا اونجا که امکان داره به چند موردش اشاره بکنم. اولا یک موضوعی که در طی این سالهای اخیر از سوی بخشی از روشنفکران ما و به اصطلاح گروه‌های سیاسی مختلف مورد بحث قرار گرفت و مورد توافق شد و توافق هم قرار گرفت و تبدیل به یک گفتمان اساسی شد، بحث مسئله سکولار دموکراسی. سکولار دموکراسی ویژگی‌ها و خصوصیات ساختار یک حکومت در مرحله اول باید این رو بدونیم. یعنی اینه که حکومتی رو ما داریم راجبش صحبت میکنیم که هم دموکراتیکه و هم سکولار. سکولار به این معناست که در این حکومت، در این ساختار حکومتی هیچ ایدئولوژی وجود نداره، هیچ مذهبی درش دخالت نمیکنه. یعنی اینی که اگر امروز بنده مثلا عضو حزب سوسیال دموکرات هستم، نه سکولار دموکرات، سوسیال دموکرات ها هستم، یا عضو یک حزب لیبرال هستم، یا عضو یک حزب چپ هستم، بنده حق ندارم که در ساختار حکومت آینده ایران ایدئولوژی خودم رو کسی، یا سوسیال دموکراسی، یا ایدئولوژی کمونیستی، یا اعتقاد به یک سیستم لیبرالی مطلق دارم، اون رو به عنوان سیاست و چارچوب اون ساختار حکومتی به اصطلاح به حساب بیارم. بلکه سکولار دموکراسی همونطور که عرض کردم اون ساختار حکومتی رو به وجود میاره که تمام احزاب سیاسی موجود بتونن در سایه این ساختار حکومتی آزادانه فعالیت بکنن، حزب خودشون رو درست بکنن، تشکیلات خودشون رو، نشریه خودشون رو، سایت خودشون رو، برنامه رادیویی، برنامه تلویزیونی، دفاتر حزبشون رو در سراسر کشور تأسیس بکنن و اون زمان برنامه خودشون رو برای مدیریت کشور به مردم ارائه بدن. یعنی بگن ما برای محیط زیست چه کار میخواییم بکنیم، برای آموزش و پرورش چه کار میکنیم، برای بیمه های اجتماعی چه کار میکنیم، برای ایجاد کار چه کار میخواییم بکنیم، برای حقوق زنان چه اقداماتی رو میخواییم انجام بدیم، برای مسئله تحصیلات دانشگاهی چه امکاناتی رو در اختیار دانشجویان میتونیم قرار بدیم، سیستم مالیاتی چگونه خواهد شد، درآمد نفت به کجا خواهد رفت. این برنامه است، این برنامه حزبیه، ربطی به اون ساختار حکومتی نداره. اون زمان یعنی بعد از رفتن این رژیم هر حزبی این برنامه ها رو ارائه میده، مثل سایر کشورهای غربی که میگه من چگونه بیکاری رو از بین میبرم، چگونه محیط زیست رو درست میکنم و غیره و ذالک، و بعد مردم این برنامه ها رو در رادیو تلویزیون ها میبینن، گوش میکنن، در روزنامه ها میخونن، در نشریات همین احزاب سیاسی میرن اینا رو مطالعه میکنن و بعد روزی که برای انتخابات دولت جدیده میرن به برنامه این حزب یا اون حزب رأی میدن. معمولا هم در جوامع دموکراتیک که ساختار حکومت آینده ایران هم باید دموکراتیک باشد، یعنی همه احزاب سیاسی حق فعالیت باید داشته باشن، در اون چارچوب مردم چون در طبقات و اقشار مختلف هستن به برنامه هایی رأی میدن، به حزبی رأی میدن و به اون برنامه اون حزبی رأی میدن که منافع خود اونها رو بیشتر تعمین بکنه. یعنی اگر من کارمندم به برنامه ای رأی میدم که این برنامه در 4 سالی که میخواد حکومت بکنه دولت رو به دست بگیره، من نگاه میکنم برای من کارمند چه کار میخواد بکنه، آیا درصد اضافه حقوقی رو برای من در نظر میگیره، آیا مدت مرخصی بیشتر رو به من خواهد داد، آیا اگر این دولت بیاد حقوق من اضافه میشه، مزایای من بیشتر میشه یا نه. اگر من کارگرم باز هم بر اساس برنامه اون حزب
میخوانم، مطالعه میکنم، گوش میکنم، و اگر برنامه اون حزب به نفع من بود، من به اون حزب رأی میدم و به کاندیداهای اون حزب برای مجلس رأی میدم. معمولا در تمام جوامع دموکراتیک احزاب سیاسی که این برنامه ها رو ارائه میدن به تناسب رأی هایی که آوردن وارد مجلس میشه. این نیست که همه مردم، یعنی فردا مثلا در ایران 5 تا حزب درست بشه و این 5 تا حزب 5 تا برنامه بدن، برنامه های گاه نزدیک به هم و گاه متفاوت، و بعد همه 81 میلیون که همه که حق رأی ندارن، فرض بر این میگیریم هر 50 میلیونی که اگر حق رأی داره میره به یک حزب رأی میده. این اتفاق نمیفته معمولا، چون اون 50 میلیون نفر هم توش کارگر هست، هم توش کشاورز هست، هم توش کارمند هست، هم توش حقوقدان و نمیدونم تکنوکرات هست، هم توش بازاری هست، هم خرد سرمایدار وجود داره، هم صاحب کارخونه وجود داره، همه گروه های اجتماعی وجود دارن. بنابراین همه این گروه های اجتماعی به حزبی رأی میدن که منافع طبقه اونها و یا قشر اونها رو تامین میکنه. خب بعد چطور میشه؟ بعد تمام این نمایندگانی که توسط آرای اقشار و طبقات گوناگون جامعه انتخاب شدند، به نسبت رأی میگن که آقا هر حزبی اگر 4% آرا رو مثلا بیاره، این حق داره نمایندگان خودش رو بفرسته به مجلس به اندازه اون 4%. یه حزبی هم ممکنه مثلا 40% آرا رو بیاره، به اندازه اون 40% نمایندگان خودش رو میفرسته تو مجلس، و به نسبت همون تعداد بالا دولت رو هم تشکیل میده. یعنی اگر یک حزب، فرض بر این میگیم سوسیال دموکرات، در فردای ایران به اصطلاح رأی بالای 50%، 51% رو بیاره، اکثریت نمایندگان مجلس رو داره و در نتیجه میتونه هم رئیس جمهور آینده یا نخست وزیر، بهتر بگم نخست وزیر آینده رو انتخاب خودش تعیین بکنه، و هم اعضای دولت خودش رو در مجلس هم اکثریت رو داره. اما در مجلس ممکنه ائتلاف صورت بگیره در بعضی از موارد، در بعضی از تصمیم گیری ها، و حتی گاهی وقتا ممکنه که یک حزب 51% آرا رو نیاره، بلکه یک از 50% پایین تر میاره، و بعد برای اینکه بخواد دولت رو تشکیل میده میره با سایر احزاب نزدیک به خودش ائتلاف میکنه. یعنی اگر سوسیال دموکراته میره با حزب طرفدار محیط زیست ائتلاف میکنه تا بتونه اون 51% رو بیاره، و گاه حتی به اصطلاح تعداد اعضای کابینه دولت رو ممکنه از 2 حزب تشکیل بده، ولی قاعدتا اون حزبی که بیشترین رأی رو داره و بیشترین قدرت رو داره میتونه بیشترین تعداد هم تو کابینه دولت داشته باشه. خب بنابراین وقتی بنده میگم من سکولار دموکراتم و حزب دارم، بدین معنا نیست که من میخوام با حزبم هم حکومت رو برم درست بکنم، به دست بگیرم به عنوان یک آلترناتیو، و هم دولت رو در دست داشته باشم. اینطور نیست. شاید به یک معنا بشه گفت که سکولار دموکرات ها اولا به دلیل اینکه در طیف های مختلف وجود دارن و تو حزبای مختلف هم عضوم، من میتونم سکولار دموکرات باشم، عضو حزب یا عضو حزب لیبرال باشم، ولی سکولار دموکراتم، به برنامه احزاب دست راستی رأی میدم. من ممکنه سکولار دموکرات باشم ولی عضو یک حزب چپ بشم، عضو یک حزب سوسیال دموکرات بشم، عضو حزب طرفدار محیط زیست بشم. من به اون برنامه‌ای که عضو طرف حزبم در به اصطلا منتشر میشه رأی میدم. من در صحبت‌های برخی از دوستان صاحب نظر خودم در رسانه‌ها گاهی وقتا متوجه میشم که برخی از دوستان فکر میکنن که چون سکولار دموکرات هستن دولت آینده را اونا تشکیل میدن. به هیچ وجه اینطور نیست. ما داریم ساختار حکومت رو سکولار دموکرات میکنیم. ما ساختار حکومت رو میگیم سکولار ایدئولوژیک نیست، دموکراتیکه، یعنی اینه که
به همه احزاب و سازمان‌های دیگر فرصت رو میده برای اینکه بتونن برنامه خودشون رو ارائه بدن و مردم در بین اونایی که انتخاب بکنن. در نتیجه مسئله سکولار دموکراسی در واقع اگر بخوایم به دقت در موردش صحبت بکنیم، به یک معنا در شرایط پیش از رسیدن به قدرت نمیتونه بگه من برنامه دارم. سکولار دموکراسی ساختار حکومتیه و اصولا سکولار دموکرات ها برای اون ساختار حکومتی مبارزه میکنن. میتونن حزب داشته باشن، در مقطع کنونی بگن ما سکولار دموکرات ها یه حزب درست کردن. البته این اتفاق در ایران افتاده، واقعیت شو بخواییم ما در هیچ کجای دنیا حزب سکولار دموکرات نداریم، بلکه احزاب سیاسی داریم که به طور سنتی مدافع سیستم های اقتصادی معینی هستند که یک بخششون سوسیالیست ها و سوسیال دموکرات ها و چپ ها و نمیدونم اینا قرار میگیرن، یک طرفشون هم لیبرال ها و طیف جریانات لیبرال که به گروه های مختلف تقسیم میشن. گاهی وقتا این احزاب لیبرال نمایندگی میکنن صاحبان صنایع یک کشور رو، بعضی وقتا این احزاب لیبرال نمایندگی میکنن هم صاحبان صنایع کشور رو هم صاحبان بانک ها رو. ولی یه حزبی هم میاد در این وسط لیبراله اما از منافع صاحب کشاورزان دفاع میکنه، در پی تامین منافع کشاورزان، چون که سیستم کشاورزی در کشورهای غربی یک سیستم پیشرفته است، ترکیبی از یک سیستم کشاورزی صنعتی در این حال که نقش مهمی در اقتصاد دارن. در خود اروپا ما کشورهایی مانند اسپانیا داریم، کشورهایی مانند هلند داریم، کشورهای همه کشورها که به نوعی در رابطه با تولید محصولات غذایی و تولید مسائل مثلا کشاورزی بینشون تقسیم کار صورت گرفته و قدرت‌های بسیار عظیمی را تشکیل دادن، منافع اقتصادی قابل ملاحظه رو در جامعه دارن و در نتیجه حزب خودشون هم درست کردن. بنابراین میخوام خدمتتون بگم که سکولار دموکرات ها عملاً ولی در کشور پیشرفته هر سیاستمداری عملاً حتی اگر عضو حزب دموکرات مسیحی ها هم باشه عملاً سکولار دموکراته، چون برای اینها جا افتاده، برای کشورهای غربی، کشورهای پیشرفته جا افتاده که ساختار حکومت باید سکولار دموکرات باشه. اما این بدین معنا نیست که بنده اگر سکولار دموکراتم باید حزب سکولار دموکرات فقط درست بکنم. شاید بعضی از شما بدونید من خودم قبلا عضو یک حزب سکولار دموکرات ایرانیان بودم و در زمان تاسیسشم، در شروع تاسیسشم معتقد بودم که ما به عنوان حزب اعلام موجودیت نکنیم، به نام اتحادیه سکولار دموکرات های ایران اعلام موجودیت بکنیم. اما در اون زمان نظر من در اقلیت بود، هیچ کدام از کسانی که به عنوان مؤسس اون حزب بودن نظر من قبول نکردن و اکثریت گفتن نه حزب درست میکنیم. و منم به دلیل اینکه برام مهم بود که سکولار دموکرات ها در یک تشکلی جا بگیرن قبول کردم و پذیرفتم و در اون حزب موندم. اما تعریف من همیشه از سکولار دموکراسی همین بوده که خدمتتون عرض کردم. اما اینو به این خاطر گفتم به دلیل این برداشتای سویی که در رابطه با مسئله سکولار دموکراسی انجام میگیره. در نتیجه سکولار دموکرات ها یک گروه خاص نیستن، همه جا هستن. و اگر امروز گفتمان سکولار دموکراسی به عنوان یک گفتمان پذیرفته شده به حساب میاد، دلیلش این استش که همه سکولار دموکرات ها از توی حزب مشروطه، از توی جمهوری خواه ها، از توی سوسیال دموکرات ها، حتی بعضی چپ های کمونیست دموکرات به سکولار دموکراسی اعتقاد دارن. همین چهار تا حزب جمهوری خواهی که اخیراً با هم یه بیانیه مشترک دادن که البته یک موضوع نادقیق درش بود، اون مرزبندی کرده بودن با طرفداران نظام پادشاهی، هر چهار تا اینا سکولار دموکرات هن. هم جبهه ملی سکولار دموکراته، هم اون حزب چپ فدایان خلق سکولار دموکراته،
همون اون همبستگی جمهوری خواهان سکولار دموکرات هم، همون اتحاد برای جمهوری خواهان، اینا سکولار دموکرات هم، منتها میگن ما جمهوری خواهیم. این یک نکته. نکته دیگر اینه که مرتب بعضی از دوستان میگن که ما برنامه اتحاد داریم، بیاید با تئوری این برنامه با هم اتحاد کنیم، یا میگوین که حزب ما برنامه دارد. دوستان عزیز، عزیزان من، اولا هیچ کجای دنیا اتحاد حول یک برنامه یک حزبی انجام نمیشه. شما وقتی میاد میگید من برنامه‌ای دارم، خیلی خوبه این برنامه، حالا اگر خیلی خوبه چی میخوان بگن؟ میخوان بگن که ما برای مثلا مسئله بیمه، مسئله محیط زیست، مسئله بیکاری، مسئله ورشکستگی اقتصادی، همه این مسائل بین‌المللی همه برنامه داریم. خب این برنامه حزب شماست، این نمیتونه محور اتحاد قرار بگیره با احزاب دیگه، با شخصیت‌های دیگه. این برنامه رو شما باید نگه دارید. بعد از اینکه رژیم جمهوری اسلامی ساقط شد، شما وارد ایران شدید، دفترتون رو بزنید، نشریتون رو باز کنید و این برنامه‌تون رو تبلیغ کنید. در نتیجه شما نمیتونید بگید من برنامه دارم. این برنامه رو همه ماها استفاده میکنیم، ولی غلطه. ما برای ایجاد اتحاد بین خودمون به چند اصول باید پایبند باشیم، نه برنامه. این مفهوم برنامه رو ما باید برای زمین سازی برای اتحاد هم دیگر رو باید بگذاریم کنار، چون همین که صحبت برنامه میشه، خب همه میگن آقا ما برنامه تو رو قبول نداریم، برنامه حزب تو رو قبول نداریم، خب دیگه وارد حتی گفتگو هم با ما نمیشن، وارد گفتگو با شما هم نمیشن. ما باید بگیم اصولی که میتونه ما رو متحد بکنه، تبدیل به یک صدای بلند بکنه، در قدم اول این اصول کدوم هم؟ اگر ما به سکولاریسم و دموکراسی اعتقاد داریم ولی جمهوری خواهیم، چپیم، کمونیستیم، مشروطه خواهیم، طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی هستیم، هر چی که هستیم، اون اصول رو باید محور همکاری و اتحادمون قرار بدیم. شاید بعضی از شما فکر کنید که این حرف خیلی تکراریه، ولی تا زمانی که جا نیفتاده، فهمیده نشده، درک نشده، ما ناچاریم هی در موردش صحبت کنیم. اون اصول کدومه؟ اون اصول دوتای اولش که از اول گفتیم سکولاریسم و دموکراسیه. میگیم سکولار دموکرات ها، سکولار ها کسایی هستن میگن نه، من ایدئولوژیمو تو ساختار حکومت دخالت نمیدم، من مذهبمو تو ساختار حکومت دخالت نمیدم، این مال حزب منه، مذهبم هم مال مسائل خصوصی منه. به دموکراسی هم اعتقاد دارم، چون معتقدم در فردای حکومت اسلامی ایران هیچ حزبی نباید حذف بشه. دوستان عزیزی که شما مرتب تو سر مجاهدین میزنید اینکه حق دارید یا ندارید، من خودم معتقدم مجاهدین یک جریان سیاسی ائتلافیه، هم مذهبیه و هم سعی میکنه که با زمان خودش رو پیش ببره و بگه من به دموکراسی هم اعتقاد دارم، حتی میگن به سکولاریسم هم اعتقاد دارم. اما این سازمان مجاهدین بر اساس رفتار رهبرانش، مسئولانش، به خصوص رهبر اصلی این سازمان خانم مریم رجوی که پوشش اسلامی به تن داره، نشون میده که آقا رهبری این سازمان یه سازمان مذهبیه. این دیگه نمیتونه بگه من به معنای واقعی سکولار دموکرات هستم، اما هست. یعنی در بدترین حالت در فردای ایران سازمان مجاهدین میتونه اسم خودش عوض بکنه، میتونه بگه من یه حزب حالا جدید و تأسیس هستم، نظراتم هم اینه، رهبرم هم این چارقت رو داره به طور مشخص. اون میتونه به عنوان یک حزب اونجا فعالیت بکنه. در بیان بعضی از دوستان من میبینم که وقتی نام سازمان مجاهدین اسمش میاد همه موضع میگیرم، یعنی این اصلا راجب این صحبت نکنیم. صحبت نکنیم یعنی چی؟ اینا وجود دارن، اینا فردا میان در ایران، شاید از لحاظ سازماندهی نسبت به بقیه احزاب دیگه پیشتر از هر کسی دیگه خودشون سازمان میدن. ما با سازمان مجاهدین اختلاف نظر و ایدئولوژیک داریم،
سازمان مجاهدین به نظر من امروز نمیتونه در جبهه سکولار دموکرات ها قرار بگیره، چون نیست سکولار دموکرات. ولی اگر فردا اعلام کرد من به اصل سکولاریسم و دموکراسی اعتقاد دارم و خانم مریم رجویان رئیس جمهور ما نیست و ما دولت موقت هم تشکیل ندادیم و امروز تبدیل میشیم به یک حزب مثلا شبیه دموکرات مسیحی های خارج از در کشور غربی و به اصل سکولاریسم هم اعتقاد داریم و به اصل دموکراسی هم اعتقاد داریم، میتونه بیاد تو اون جبهه و هیچ کس هم نمیتونه جلوش رو بگیره. اجازه بدید برای اینکه در مورد منم قضاوت های عجیب و غریبی صورت نگیره با این صحبتی که میکنم، اونم اینه که ایرادی که به سازمان مجاهدین خلق میگیرن تقریبا همه بخشای اپوزیسیون، میگن این با صدام حسین همکاری کرده، میگن رفته در عراق نیروش اونجا متمرکز کرده و بعد به خاک ایران حمله کرده و با سربازان ایران درگیر شده. دوستان عزیز من، این تنها سازمان مجاهدین نبوده این کار کرده، تمام سازمان های اتنیکی ما و تقریبا تمام سازمان های کمونیستی ما در یک مقطعی با رژیم صدام همکاری کردن، ارتباط داشتن، از صدام کمک مالی گرفتن، اسلحه گرفتن و با رژیم جمهوری اسلامی ایران مبارزه کردن. مجاهدین به خاطر اینکه تعدادشون بیشتر بود پول بیشتری گرفتن، تسلیحات بیشتری رو گرفتن، چون روحیه نظامیگری بیشتری هم داشتن و کادرشون هم جوان بودن و این کادرهای جوان اینا به سرعت آموزش دادن، تبدیلشون کردن به نیروی نظامی، به میلیشیای مجاهدین و تونستن بیشتر به چشم بخورن و تونستن بیشتر با رژیم جمهوری اسلامی درگیر بشن. بنابراین من بارها میخواستم این مسئله رو در این برنامه مطرح کنم، الان فرصتی بود که فکر میکنم جا داری که این رو بیان بکنم. کسانی که با تنفر و با کینه ورزی میخوان سازمان مجاهدین رو حذف بکنن، اینا سکولار دموکرات نیستن. من یک جا عرض کردم که ما باید با همه حرف بزنیم، نه مجاهدین بلکه با اصلاح طلبانی که از بدنه حکومت اسلامی جدا میشن، ما باید حرف بزنیم، باید باشون صحبت بکنیم. امروز بسیاری از افراد از بدنه این حکومت دیگه، اصلاح طلبان وقتی از حکومت بودن، این آقای قدیان، این آقای بهزاد نبوی، اینا همه از روز نخست کمک کردن به پای ریزی حکومت اسلامی ایران، اما در کشتار و فساد و جنایات و اینا دست نداشتن. درسته که در فردا ایران اینا دیگه حق ندارن بخوان دوباره بیان بگن ما میخواییم مدیر بشیم، اما امروز از این رژیم جدا شدن، میگن این رژیم باید بره و مثل من و شما میگن آقا حکومت مذهبی دیگه در ایران جا نداره، ما به دموکراسی احتیاج داریم، ما میخواییم با غرب ارتباط داشته باشیم، ما میخواییم دشمنیمونو از دشمنی با کشورهای تو خاورمیانه رو کنار بگذاریم. این همون چیزایی که بنده میگم شما میگید و دیگران میگن، همین آقای قدیان به طور نمونه من عرض کردم. خب ما باید ایشونو بیاریم تو جبهه خودمون، ایشون یک نفر نیست، این اتفاق روز به روز شکل بیشتری به خودش میگیره، تعداد بیشتری از بدنه رژیم جدا میشن و اصولا اینها کسایی هستن که در فردا ایران هم به درد میخورن. اینا 40 سال کار کردن، یعنی اگر در ابتدا هم کاری برات نبودن، در بینشون اصولا تعدادی متخصص وجود داره و این متخصصین رو ما احتیاج داریم برای فردا ایران. در نتیجه من این بحث رو الان تو این برنامه کردم که بگویم که جبهه‌ای که قرار درست بشه علیه حکومت اسلامی ایران، یک جبهه بسیار وسیعی باید باشه. عده‌ای فکر میکنن که مثلا با چند تا گروه اگر یک بیانیه مشترک بدن این میشن، اینا میشن بدیل حکومت اسلامی ایران. به هیچ عنوان اینطور نیست. نیرویی که میخواد در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره یک نیروی بسیار بزرگ و قویه، همه باید درش وجود داشته باشن. نکته بعد میگوین که این توهمه که همه چپ تا راست با هم متحد بشن.
کسی از روز اول همچین حرفی نزده. به خصوص در بین کمونیستای ما گروه هایی هستند که به نظر من هنوز حساسیتشون روی مواضع ایدئولوژیکیشون بیشتر از مسئله مربوط به آزادی ایرانه. اما متاسفم هستم که اینو میگم، ولی این واقعیته، چون خیلی از اینها به هیچ عنوان وارد بحث ائتلاف نمیشه، ولی بعضی از اینها هستن که اصولا چنین اعتقادی رو ندارن، حاضرن با جریانات لیبرال و جریانات راست و مشروط خواه همکاری بکنن. راه دور نریم، همین حزب چپ فدائیان اینا اکثرا کمونیستای ایرانی بودن، همین فدائیان بودن، این حزب رو ساختن. ولی الان میگن ما سوسیال دموکراتیم، نمیگن کمونیستیم و نیستنم، سوسیال دموکراتم. تو اینها کسایی هستن که حاضرن با طرفدار نظام پادشاهی همکاری بکنن، تو همین همبستگی جمهوری خواهان هم هستن. بسیاری از این عزیزان من در همین برنامه ازشون دعوت کردن، اومدن صحبت کردن و گفتن این مطلب رو. ما نمیتونیم بگیم که هرچی کمونیسته هرچی سوسیالیسته اینا رو دیگه باید حرفشون هم نزنیم، به هیچ عنوان. ما با همه باید حرف بزنیم، با همه باید صحبت کنیم. یا بگیم اگر این گروه های اتنیکی تاکید میکنن بر روی حق تعیین سرنوشت، بنابراین اینا تجزیه طلبن. بارها اینو گفتن و بارها هم گفتن نه، ما تفسیرمون از این حق تعیین سرنوشت تجزیه نیست. از من میپرسید، من از اونجایی که خودم رو سیاستمدار نمیدونم، فعال سیاسی میدونم، مسئله تفسیر از حق تعیین سرنوشت خود شما میدونید، من در جلسات خصوصی همواره اینو گفتم، یک مفهوم دو پهلوه، هم میتونه مفهوم ذهن تجزیه طلبانه رو نمایندگی بکنه، هم میتونه مفهوم داشتن این که آقا ما کردها، ما بلوچها، ما عربها و ما ترکها در فردای ایران میخواییم یه سهمی داشته باشیم برای اداره منطقه که درش زندگی میکنیم. این بسیار منطقیه. امروز اکثر کشورهای پیشرفته جهان به همین شکل عمل میکنن. مدیریت جوامع پیشرفته، مدیریت جوامع پیشرفته سوئد، دانمارک، کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه، همه جا تقسیم میشه هر روز. ممکنه ما نمیبینیم، ولی طبق مصوبات مجلس اینا هر روز مدیریت جوامع پیشرفته و دموکراتیک دنیا بین گروه های مختلف مردم، دستجات مختلف مردم تقسیم میشه. یه سری تصمیمات رو دولت مرکزی، مجلس مرکزی میگیره، اما بسیاری از موارد رو برای اجراع اون تصمیمات رو در اختیار مجلس های محلی میگذاره. ما در سوئد تو هر منطقه که زندگی میکنیم یه شهرداری داریم، این شهرداری به منزله پارلمان هم هست. مردم در این حالی که هر چهار سال میرن به نمایندگان مجلس رای میدن، به این کارمندا و نمایندگان خودشون تو شهرداری محل رای میدن، بهشون میگیم کمون. تصمیمات اصلی رو دولت میگیره، تقسیم بودجه میکنه، این بودجه در کمونهای مختلف بر اساس مالیاتهایی که اعضای اون کمون، اعضای اون منطقه میپردازن، در اختیار کمون قرار میگیره و مدیران کمون و نمایندگان مردم اون منطقه این پول رو برای رفع نیازمندی های مردم اون منطقه ازش استفاده میکنن. یه منطقه میگن آقا ما کودکستان کم داریم، امسال کودکستان اضافه میکنن. این تصمیم و دولت مرکزی هم درش دخالت نمیکنه. یه کمون میگه ما باید اینجا یه استخر بسازیم، جوانامون بیشتر شدن، میرن یه استخر میسازن. یه کمون میگه باید پارک رو بیشتر کنیم، یه پارک کودک درست کنیم با اسباب بازی های مدرن تر، اون کارو میکنن. یه کمون میگه که ساختمونایی که توی این منطقه هست رو باید دوباره تجدید بنا کنیم، اگر جای خرابی داره بودجه بذاریم بریم درستش کنیم. این یعنی مشارکت مردم در امور مسائل خودشون در یک کشور، در یک شهر، در یک استان. این کار صورت میگیره در کشور دموکراتیک. امروز بسیار از گروه اتنیکی هم برداشتشون از حق تعیین سرنوشت اینه. من با این عنوان مخالفم، اینا میتونن یه چیز دیگه بگن، اما متاسفانه به دلیل اینکه دو اندیشه پشت سر این مسئله هست به این صورت بیان میکنن
و ما بدون اینکه بخوایم اینا رو متهم به تجزیه طلب بکنیم باید باشون صحبت کنیم. هر جا هم که دارن حرف نادرستی میزنن میتونیم جواب بدیم. اگر ما حرف نادرستی میزنیم اونا جواب میدن و در نتیجه قضیه حل خواهد شد. چرا این توضیح رو میدم؟ به دلیل اینکه ما تنها از این راهی که میتونیم به اون اتحاد بزرگ برسیم. اتحاد 5 تا حزب و 6 تا حزب و 7 تا سازمان و 10 تا گروه آلترناتیو نخواهد شد. آلترناتیو اون نیرویی است که شخصیت‌های مشهور جامعه ما، شخصیت‌های معتبر جامعه ما، شخصیت‌هایی که تو این 40 سال مبارزه کردند، شخصیت‌هایی که تو این 40 سال به مردم ایران متکی بودند، وابسته نبودند و مردم اینا رو می‌شناسن. اینها باید تو نیروی ائتلاف باشن. احزاب و گروه‌های سیاسی تاریخی و شناسنامه دار و فعال باید تو ائتلاف باشن. مردم ما مردم هوشیارین. میدونن ائتلاف واقعی یعنی چی. میدونن دموکراسی واقعی یعنی چی. و اگر ندونن ما باید به همدیگه توضیح بدیم و از همدیگه بیاموزیم. سکولاریسم واقعی یعنی چی. دموکراسی واقعی یعنی چی. چه موقع نیروی آلترناتیو درست میشه. نقش نیروی آلترناتیو چیه. پیش از سرنگونی رژیم و بعد از سرنگونی رژیم. آیا اصولا اون آلترناتیوی که پیش از سرنگونی شکل میگیره در فردای سرنگونی هم به همون شکل باقی میمونه؟ اینا مورد بحثه. بعد از سرنگونی باید یک دولت موقتی درست بشه. بعضی هم معتقدن که دولت موقت رو پیش از سرنگونی هم میشه درست کرد. این بحث امروز نیست. بحث امروز اون اصولیست که ما رو متحد میکنه که کسی نمیتونه انکارش بکنه و اگر کسی انکار کرد میتونه نباشه تو اون ائتلاف. اگر حزب کمونیستی امروز معتقد که دموکراسی رو من قبول دارم ولی دموکراسی شوراهای کارگری و دهقانی و سربازها، این دموکراسی واقعی رو قبول نداره، پس این میتونه خودش بره برای اون دموکراسیش فعالیت کنه. اما بخش وسیع از جمهوری خواها، چپ ها، سوسیال دموکرات ها، مشروط خواها، پادشاهی خواه پارلمانی و سایر جریانات دیگر، اینا به دموکراسی واقعی اعتقاد دارن. اینا همه سکولارن، همه دموکراتن و همه سکولار دموکراتن و همه اونها تا زمانی که در یک جبهه قرار نگیرن، ما اون جبهه رو نساختیم، ما اون نیروی ائتلافی قدرتمند رو نساختیم، در نتیجه بی نتیجه است. من امیدوارم در طی روزهای آینده با توجه به وضعیتی که کشور ما داره، با توجه به خطرات جدی که هر روز به مرزهای کشور ما نزدیکتر میشن، شورش های غیر قابل پیشبینی شکلگیریشون در ایران رو به تزایده، رو به ازدیاده، رو امکان این که هر روز ما شب بخوابیم از صبح بلند شیم و ببینیم که در یکی از مناطق ایران اتفاق غیر منتظری افتاده چیز غریبی نیست. تا زمانی که اون اتفاق نیفتاده ما باید، ما که میگم سیاسیون روشنفکران ما، اونا باید متحد بشن. اگر این اتفاق نیفته واقعیت اینه که آینده کشور ما آینده مشخصی نخواهد شد. من گاهی وقتا حس میکنم یک نوع رخوت، یک نوع توهم، یک نوع خوشبینی نسبت به مسائل ایران وجود داره که دوستان ما اینقدر جدی مسئله تشکیل نیروی آلترناتیو و اون شورای مدیریت دوران گذار رو پیگیری نمی کنم. اما بدبین نیستم به سهم خودم، بسیار خوشبینم و من امیدوارم با این توضیحات کوتاهی که خدمتون در رابطه با این بحث دادم در هفته آینده با دعوت از عزیزان دیگری که شاید برای نخستین باره که در این برنامه شرکت خواهند کرد بتونیم به نتایج مثبت و روشن و دقیق تری برسیم و به زودی تا دیر نشده اون شورای مدیریت دوران گذار رو بتونیم به وجود بیاریم. از اینکه به سخنان من توجه کردید از همه شما عزیزان سپاسگزارم و تا روز دوشنبه از همه شما خداحافظی میکنم. شاد و پیروز و سربلند باشید.